بسم الله الرحمن الرحیم. امر امامت، عدمتش فوق تصور و ادراک ماست. غرض از خلقت وقتی گفته میشه غرض از خلقت، تمام این منظومه ها، کهکشان ها که حساب و حد و حصر اینها و عظمتشون را جز خالقشون نمیدانه، همه این تشکیلات مقدمه دو کلمه است، یکی معرفت، یکی عبادت. خلقت غایتش و ثمرش اینه. اصاره این عالم انسانه و انسان هم مخلوق برای این دو کلمه است، خدا را بشناسد، خدا را بپرستد. بعثت 124,000 پیغمبر هم سلسله وحی و نبوت مقدمه همین دو کلمه است و این دو میسر نیست الا به دو امر. فقط اون چه بشر را به این دو مطلب نائل می کند عبارت از قرآن و بیان قرآن، چون جد وحی خدا چراغ این راه نیست. در مقام معرفت الله و عبادت الله تمام انوار عقول بشر خاموشه. نور عقل کار میکنه در اون چه زیر شعاع عقله، اون چه تحت فکر قابل تفکره، ولی اون چه فوق فکره، فوق عقله، دیگه چراغ عقل و فکر اونجا خاموشه. اونی که فوق عقل، خالق عقل. اونی که فوق فکر، آفریننده فکر. اینه که اونجا هیچ مشعلی کار نمیکنه، فقط چراغ وحی و تفسیر وحی. اون وحی باز بدون اون مفسر نتیجهش عقیمه. هر قانونی مفسری لازم داره. علم معلم میخواد، طب طبیب میخواد. اگر طب باشه طبیب نباشه، نتیجه اون طب کجا حاصل میشه؟ قرآن طب بشریت، امام طبیب انسانیت.
قرآن قانون معرفت و عبادت، امام مفسر این قانونه. این معنی الیوم اکملت لکم دینکم، فهمیدن کلمات قرآن که ساده نیست. الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا تعبیر خدا کمرشکنه. اکملت، کامل کردم برای شما دین شما را، و رضیت لکم الاسلام دینا. معنی این جمله اینه، اون اسلامی که مقصد تمام انبیا و مرسلین بود. ابراهیم خلیل وقتی کعبه رو ساخت دعاش بود، گفت او و اسماعیل، اون هم هنگام ساختن کعبه، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این منتهی الامال ابراهیم خلیل، اون اسلامی که ابراهیم از خدا خواست، اون اسلام مرضی خداست، اما به شرط ولایت امیر المؤمنین. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من اسلام را به عنوان دین برای شما مرضی خودم قرار دادم، و به این اسلامی که توأم با او باشد راضی شدم. اینه که ما غافلیم چه ایامی در پیشه. اون دهه انشاءالله باید در مملکت ایران تمام سر تا سر دهه، مجالس، مساجد به شرح وقایع اون ایام مشغول باشه. یک دقایقی است که اینها مورد غفلت واقع شده. اونی که محیر العقوله اینه که همه این قضایا در همین ایام خاصه. روز قدیر روزی بود که علم اسلام را افراشته کرد، اونم دست خاتم. اون خطبه‌ای که خوند در اون روز که اقیانوس علم و حکمت و معرفت، شق القمری کرد به اون خطبه. بعد امیر المؤمنین رو سر دست بلند کرد. از عجایب اینه در همون ایام سوره دهر نازل شده. سوره دهر کتاب ها شرح لازم داره. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. همه اینها مقدمه است، ذل مقدمه اونجاست که می فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این سوره در همون ده نازل شد، سوره ای که غرض از خلقت را در این چند نفر نشون داد. قوغایی ما غفلت کردیم، انشاءالله این دهه باید جوری احیا بشه، چون خدا در همین دهه هم نبوت رو احیا کرد هم امامت رو. هم نبوت هم امامت، هر دو به چه زنده شد؟ هر دوتا، یعنی تمام رسالت انبیا مقدمه خاتم بود. رسالت خاتم در همین دهه احیا شد، بعد اون رسالت باز سرمنشأ ولایت بود، اون ولایت در همین دهه احیا شد. این مطالبه که مورد غفلت واقع شده، به قدری این قضیه مهمه، خوب اینو بفهمید، درک کنید و همه باید بیدار بشن در این نکته. و اون نکته اینه که تمام علماء عامه متفقن، احدی نیست که بتواند دم بزنه. و اون قضیه اینه که در قضیه مباهله پیغمبر ثابت کرد خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب رو. سرش اینه، این بهتاوره، کسی که کتابی نوشته که ریشه شیعه را بکنه، این عقل و مبهوت میکنه. در همون کتاب اینو نوشته. ببینید خدا چه میکنه؟ به دست خود نفاق ریشه نفاق رو میکنه. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. در همون کتابی که برای بطلان مذهب شیعه نوشته که در قضیه شورا امیر المؤمنین به همه صحابه جمع حاضر این کلمه رو گفت، گفت از من نزدیکتر به پیغمبر سراغ دارید؟ اون وقت استدلالی که حضرت کرد اینه، خوب اینا رو درک کنید. فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده،
فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده و نساءنا و نساءکم. از من نزدیکتر به او کسی هست؟ این نص قرآنه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. احتجاج اینه، اینه منطق شیعه. فرمود از من نزدیکتر به پیغمبر کسی هست؟ اگر صحبت زن کرده در آیه، نساء مرا نساء خودش قرار داده. اگر گفتگوی فرزند آمده، فرزندان منه، اما خدا فرموده ابناءنا، نسبت به خاتم داده. مرا هم جان او قرار داده. آیا از من نزدیکتر به او کسی هست؟ همه گفتن، همه گفتن اللهم بلا. خدا را شاهد میگیریم که همینه. خوب وقت باید گفت به همه اینها که دم از فلان و فلان میزنن، جان پیغمبر رو ول کردید، کسی را به جای پیغمبر نشوندید که خود او میگوید عقیلونی عقیلونی ولست و به خیرکم، من از شما بهتر نیستم، بیایید این گردن بند خلافت را از گردن من بردارید. دومی میاد روی این منبر می نشینه، بعد می گوید همه مردم از من فقیترن، حتی زنهایی که هجل نشینن. عقل، فکر، درک اینقدر تنزل کنه که اون کسی که نسبتش با پیغمبر به نص قرآن اینه، او رو خانه نشین کنن، اینا رو سر کار بیارن. اگر دنیا ارزه داره جواب اینو بده. مهم اینه، اینه که اون ده بسیار مهم. وقتی سیطره اسلام جهانگیر شد، فتح مکه که شد، بعد از فتح مکه نامه نوشت به کسرا، شاهنشاه ایران، نامه نوشت به امپراتور روم، عظماء بشر را دعوت کرد به اسلام، فرستاد نزد نصارای نجران. اونجا تمرکز نصرانیت بود. اینه که گفتم اون دهه هم نبوت زنده شد، هم امامت احیا شد. فرستاد نزد نصارای نجران،
یا سر بسپری در مقابل این آیه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. یا برای مباهله حاضر بشید. تمام ارکان مسیحیت همه حرکت کردن آمدن، بعد که احتجاج کرد همه در مانده شدن، فرمود یا بپذیرید یا حاضر برای مباهله بشید، یکی از این دوتا. اونی که حق، اونی که برهان قاطع الهی داره اینه، یا تسلیم یا دست به دعا برمیداریم خود خدا حق رو روشن کنه. وقتی این پیشنهاد رو کرد گفتند امشب بریم فکر کنیم. رفتن تمام ارکان مسیحیت، کتب آسمانی رو مطالعه کردن، اثاره مطلب این شد. اون اسقف اعظم گفت ما فردا میریم، اگر آمد با اصحاب و انصار حاضر بشید خبری نیست، اما اگر خودش آمد و اخذ خباستش اون وقت مبادا دست به دعا با او بردارید که سال نو نشده ریشه همه شما کنده میشه. فردا صبح شد، عالمی در انتظاره که آیا چه میشه. صبح که شد فاتحه اون روز این بود. اینایی که میگم تمام علما عامه ملزمن بپذیرن، هر که قدرت داره دم بزنه. همون روز آمد امیر المؤمنین رو خواست، صدیقه کبرا رو خواست، حسن و حسین رو خواست، زیر اون کتاب بود. بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه گفت یا رسول الله من هم راه دارم. فرمود انت به خیر، تو به خیر باش، اینجا حریمیه که غیر از اینها احدی راه ندار. همونهایی که این آیه در بارشون نازل شد بعد که کتارو برداشت خودش جلو، سید و شهدا را در آغوش گرفت، دست امام حسن را به دستش گرفت، پشت سرش صدیقه کبرا، پشت سر صدیقه کبرا امیرالمؤمنین، به این هیئت وارد میدان مباهله شد.
همین که چشم اطقف اعظم افتاد اعلان کرد، گفت چهره هایی رو میبینم که اگر اینها دست به دعا بردارن یک نفر از نصارا در روی زمین باقی نخواهد. اونی که نبوت رو احیا کرد دنیا هم نمیتونه منکر بشه این که وقتی کار به اینجا رسید همه علما و نصارا سر سپردن، تسلیم شدن جزیه بدن، اما با او دست به دعا بر ندار. برهان قاطع نبوت در اون دهه حاصل شد. این یک کلمه بود. کلمه دوم این بود که به نص قرآن یک وقت مطلب در گوشه فلان کتاب روایتیه، یک وقت نص قرآنه. نص قرآن اینه و انفسنا و انفسکم، به اتفاق همه هم در مقابل انفسنا فقط کسی رو که آورد علی ابن ابی طالب. پس علی شد به حکم خدا جان پیغمبر. وقتی جان پیغمبر تو امت هست امامت امت به دیگری میرسه. اینه که مسئله مذهب شیعه قضیه ریاضی دو تا چهار تا. اگر دنیا قدرت داره جواب این مطلب رو بده و انفسنا و انفسکم، پس او شد نفس پیغمبر، او شد جان پیغمبر. خلاصه تا علی هست پیغمبر هم هست. اینه که وقتی خطبه خون برای ماه رمضان بیان خود خاتم النبیین این بود: یا علی، اون کسی که تو را بکشد مرا کشته. همه اینها ریشه در قرآن داره، چون اون نفس خاتمه. سر سپردن، تسلیم شدن، هر سال 2000 حله بدن به جزیه. تسلیم شد، تمام شد. خود رسول خدا فرمود اگر با من دست به دعا برمی داشتن تمام نصارا مسخ می شدن به قرده و خنازید. لسترم الوادی نارا، تمام این وادی یک پارچه آتش می شد. حالا همه اینها چیه؟ خوب فکر کنید. همه اینها قدرت نفس پنج نفره. اینه که برهان مذهب شیعه به این حد از قدرت. اگر یک نفر، خوب اینو دو کلمه رو یاد بگیرید، اگر یک نفر بود از این چهار نفر بالاتر بود، پیغمبر او رو واگذاشته بود، اینا رو برده بود، این میشد ترجیح مرجو بر راجح و ترجیح مرجو بر راجح بر خدا محاله. اگر یک نفر هم بود
در همه امت در همتراز این چهار نفر بود، اونو می گذاشت، اینها رو می برد، ترجیح بلا مرجح بود و ترجیح بلا مرجح عقلن و نقلن باطله. پس به حکم قرآن و عقل ثابت شد که اعلا، اشرف، اکمل، افضل از این چهار نفر در کره زمین نبود. خلاصه کلام این روزها باید احیا بشه، این حقایق باید تو مساجد منتشر بشه. هر بابی کتابی داره، امیدواریم انشاءالله امسال یک عده مردم با همت دامن به کمر بزنن، اقدام کنن به این کار. در حسناتی که سال به سال افزوده میشه همه سهم داشته باشن. من سنه سنتاً حسنه فلهو اجر من عمل بها. اگر شما بنیانگذار یک آیین مقدسی شدید، اجر هر کسی که عمل کند در نامه عمل شما نوشته میشه. این سعادت ها را از دست ندید. هر مجلسی که منعقد بشه، در اون مجلس مناقب این خانواده، فضائل این جمع ذکر بشه، در دفتر عمل شماها نوشته بشه. بالاتر از همه مطالب دعای امام ششمه رحم الله من احیا امرنا. کسانی هم که در این کارها اقدام میکنن اینو باید بدانند، دستگاه قدس شرط داره، هر کسی رو راه نمیدن، باید این چند کلمه را رعایت کنن. خدمتگزاران فاطمیه، خدمتگزاران علویه، خدمتگزاران صادقیه، خدمتگزاران دهه ولایت و امامت کبرا، همه باید این چند کلمه رو مراعات کنن. اول نماز، رابطه خود را با خدا محکم کنن، بر همه کار نماز رو مقدم بدارن، هر روز بدون استثناء هر چه می توانن قرآن بخوانن برای امام زمان. این برنامه رو ترک نکنن، اسمشون در دفتر نوشته خواهد شد و ابدا قلم نخواهد خورد. چون خود حضرت فرمود کسی که این کار رو بکنه با ما خواهد بود. کسی که امام وعده داده با ماست دیگه ممکن نیست جدا بشه. از امروز شروع کنید، به دیگران هم توصیه کنید، انشاءالله موفق باشی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً.